خیلی جالبه، چون که این رژیم الان در حال حاضر به حالت دفاعی قرار گرفته و بیشتر به اصطلاح این بحثشون میکنه اینا رو، و این نشون میده که به اصطلاح اینا اگه شما برنامه خودشون رو نگاه بکنین در حالت عوض این که به اصطلاح مسائل داخلی خودشون که الان درگیر هستن ساعتها در مورد حماس و به اصطلاح چقدر به اینا ظلم میشه در جایی که خود مردم ایران چقدر زجر میکشن، گرسنه هستن و به اصطلاح فقیر هستن، ولی اینا پول مردم ایران میفرستن برامون، نه اینکه تو اینا آدم های خوب نباشه، آدم های خوب نباشه، ولی این اون حکومتی که به اصطلاح روی اون رژیم به اصطلاح حماس هست و اونا رو کنترل میکنه تقریبا شبیه اینا هست. این یه مسئله بود. مسئله دیگه هم که شما باید بهش اشاره کنیم به نظر من این به اصطلاح انتخاباتی که هست که اصلا به طور کلی چه انتخابات یا انتصابات اگه شما اسمش رو بذارید در هر جای دنیا اگه نگاه بکنید واقعی نگاه بکنید به مسئله می‌بینید که یه نفر اگه بخواد مثلا کاندید بشه برای رئیس جمهوری یه قوانین به اصطلاح عامی هست که به عقل جور در میاد. مثلا یه نفر اگه یک کار خلاف غیرقانونی مثلا دزدی کرده باشه، جنایت کرده باشه، میتونید شما اینو چیز بکنید، اینو به اصطلاح حذف بکنید از انتقال شدن به رئیس جمهور. در صورتی که تو ایران شرط اولش اینه که اون گروهی که اونجا هستن اول تحقیق میکنن، به قول خودشون شخص زیر ذره‌بین میذارن که ببینن که از نظر به اصطلاح فکری راهش به اون میخونه یا نه. آقا اینا رو که میدونی ما داست میدونیم، از ما داستان میدونیم که اصلا کل این رژیم بره. آقا یک دنیا ازت ممنون، میدونیم اینا که میخوام اصلا کل این سیستم بره، همه چیزش غلطه، به جمهوریش فقط نیست، همه سیستم غلطه، همه چیز فرمایشی، با یه چاد یه هزار نفر آدمن، هزار تا هم نیستن، یه 300-400 تا مملکت رو مقامات بالای مملکت از خودشونه، هی هم با هم دیگه بر میزنن، این میده اونجا و میاد اونجا. آقای شاهرودی رو برداشتن از رئیس قوه قضاییه کردنش عضو شورای کردنش رئیس میشه رئیس، حالا البته الان عضو شورای نگهبان شده، فردا میشه رئیس. آقای لاریجانی عضو شورای نگهبان بوده، حالا اومده قوه قضاییه، اون یکی برادرش رئیس قوه مجری است. آقا اینا فامیلیه، من این چیزا مسخره است تو مملکت ما. رئیس جمهور چیه؟ همه چیز مسخره است، دست خودشونه. 300 400 تا آدم هستن که تمام مملکت دستشونه. بعد یه تعداد مثلا فکر کنید 20 هزار نفر هستن که مملکت میشاپن. یه چند میلیون هستن، 3-4 میلیون هستن که مملکت برای اینا نگه داشته. رئیس جمهور چه؟ همش قلبیه. رئیس جمهور چه؟ آقا به من چه مربوطه؟ همش با بچه 3 ساله ازدواج کنه، 6 ساله اکثر من دیدم آدم کی برای من فرستاده بود، مردای گنده، مردای 25-6 ساله با بچه 6-7 ساله ازدواج کرد، عروسی دستی جمعی. آقا مسئله من گور پدر همه هست. من چه بیان در مورد حماس بگم؟ آقا فلان به من مسئله من آقا خامنه تو مملکت من تو زندان ها آدم های بزرگ بشه تجاوز به مرد تجاوز میکنن، عربا غلطی دلشون میخواد بکنن با خودشون، به من چه مربوطه؟ همیشه گفت آقا مسئله عرب به من مربوط، مسئله اسرائیل به من مربوط نیست. رئیس جمهور ما شده رئیس جمهور حماس، مسائل حماس رو بررسی میکنن، به ما چه مربوطه؟ حماس اسرائیل اصلا به ما مربوط نیست. نه اینا من دنبال این ماجرا نیستم، ما دنبال مسائل خود داخل مملکتمون هستیم. توی دنیا خیلی فجایع میشه، حالا حماسیان با بچه‌ش 6-7 ساله ازدواج میکنه، مرده گندش بکنم از خودشون میدونه حل بکنه. ما مسائل انقدر مملکتمون داره، این همه بدبختی داریم، ما برام ببینم بچه حماسی چیکار میکنه، دختر حماسی بهش چال عبدوز میشه یا نمیشه. اول مسئله مملکت خودمون حل بکنیم، که تو زندانامون 50 نفر به یک بچه 19 ساله تجاوز کرده، یارو میمیره زیر تجاوز، بعد یه منجیت گرفته یا چیز عفونی گرفته، 50 نفر آدم اوباش اراذل معذرت خواهم انواع اقسام بیماری مقاربتی رو داشته و این بدبخت جوونه داده مرده. حماس چیه؟ ما رو مشغول کردن به این مسائل. ما از الان زندانمون از بدبختی و نمیدونم نکبت و نمیدونم بیچارگی زندانی ها سوی همه شون به عرش اعلی رسیده، من فکر حماس باشم از اولش، هم فکر حماس نیستم.
از اولش من فکر مسئله فلسطین به من مربوط نیست. هزار و هزار خورده مایل از ما دورم، به ما چه مربوطه اصلا؟ سلام از کنم قربان. الو. الو سلام. سلام آقای جردار، حالت چطوره؟ بیا آقا. خیلی ممنون از زحمت خوبتون. من سینا هستم، میشناسید منو؟ مثلا بله بله، حالتون خوبه آقا؟ یکی که سوال ازتون داشتم میخواستم بگیرم، یکی اینکه میشه برنامه های شما اخبار و تفسیرتون رو بیشتر بکنید، تلفن ها کمتر جواب بدن، مثلا در حد سوال برای بچه ها میکنم. یکی این هم که میخواستم بپرسم این برنامه برای فرستادنش روی ایران دقیقا مثلا چقدر فاکتور چارج میکنه که مثلا ما یه قیمتی بدونی که من والا حدود 30,000 دلاره. مثلا 1,000 نفر 2,000 نفر مایی 30 دلار میدونم سخته، ولی باور کنید آفر بدید ممکنه مردم 20 دلار باشون چیزی نیست، 30 دلار چیزی نیست، 50 دلار چیزی نیست. مثلا 1,000 نفر خودتون حاضرید اولیش باشید؟ من حاضرم، من براتون فرد چک میدم. ایشون عزیز ما پیشنهاد میکنم برنامه ما در ایران امروز اتفاقا دو نفر از کسی که بخواستن برنامه بخرن به من زنگ زدن، البته خب اصلا یکیشون که اصلا خط کاریشون به ما نمیخورد و اصرار داشتن که پول برنامه بدن که ما بریم ایران، و چون خط کاریشون به من نمیخوره من قبول نکردم، یعنی میتونستم با پولشون یه مقداری از هزینه ها رو در بیارم، ولی امروز حقیقتش اینو قبول نکردم، گفتم نه این نو برنامه‌ای که من دیده بودم برنامه‌شون قبلا، گفتم به طرز کار من نمیخوره، ولی که من حاضر هستم به شرط که مردم تعهد کنن، تعهد قوی بکنن که این ماهی 30-40 دلار و 50 دلار رو اگر بدن ما فردا میریم ایران، ولی که من خودم تو خودم الان تو آمریکا موندم ها، یعنی اگه پول کافی ندن نمیتونم چنین کاری رو بکنم. جان سرطازم ببخشید سوال میکنم، این 30,000 دلار برنامه برای 24 ساعت برنامه به ایران یا فقط همین 2 ساعت؟ نه 24 ساعت. بعد آگهی هم یه درآمدی داره؟ نه چون ببینید ما از خود مردم پخ ببینید ما الان که داریم با شما صحبت کنیم از الان تو خود همین آمریکا ما حدود 27,000 دلار خرجمونه، درآمدمون یه چیزی حدود 14-15,000 دلار. ما خودمون الان تو آمریکا برای همینی که الان داریم پخش می‌کنیم، الان که دارم باهاتون صحبت کنم، ما 13,000 دلار همین ما شورت بودیم که یه 7,000 دلار بوده، 6,000 دلار بود مردم دادن برای 15 روز، الان تا آخر برج من 7,000 دلار کمم که 1,000 دلار دیروز مردم برای من فرستادن، هنوز تا آخر برای آخر ماه برای آمریکا من 6,000 دلار کم دارم. یعنی شما می‌فرمایید خاطر 30,000 دلار بله کارتشه همین برنامه که شما دارید کارتشه آمریکا من نزدیک آمریکا کل کاست ما با اجاره و آب و برق و همه چی تلفن و نمیدونم بیمه و همه چی یه چیز حدود 28,000 دلار ما بیشتر خرجمون نیست، همه چیز شما کارمند پول به کارمند پول نمیدیم که کارمند همه که اینجا داوطلبن پول نمیدیم به کسی، پول به منم پول در بر نمیاد، هیچ کی پول بر نمیداره، ولی کاستمون 26,000 دلاره فقط، همه چیز دیگه، ولی بخوام بریم ایران 30,000 دلار تقریبا حدود 30,000 دلار هاتلت میخواد. 30,000 دلار به این عرض میشه، یعنی 60,000 دلار، یعنی میشه 60,000 دلار در ماه تقریبا، نه 30,000 دلار. آره دیگه کلش میشه 50,000-60,000 دلار. بعد و الان 30,000 دلار میخوام، میخوام بریم ایران، اگه به قول شما 1,030 دلار به ما بدن، 1,230 دلار بدن ما مشکلات محله. خیلی من عرضی دستم سبیل شد. یه سوالی دیگه داشتم از شما که این شما یه دوست بسه این خاننده هایی که به اصطلاح طرف دارم سرسوش بودن، شما گفتید بیاین به طرف مدد و کنسرت بذارید و برای مردم باشید که نایمدن همه میشنست باشید این مردم، ولی من از شما خواهش منظرم ستار فقط این دفعه نبودن خاننده های ملی و مردم ایران، فقط اون دو نفری که مورد نظر شما بود نیست، خیلی ما اونجا خواننده داریم که ملی مردمی هستن و مردم دوستشون دارن، از اونها فقط بخواهید بیان کنسرت بذارن درآمدشون حاطب درآمدشون رو بدن مثلا تلویزیون شما به ایران